باز مهمون خونه های شما شدیم با یه پکیج خوشمزه و نوستالژی. پس با هم بریم برای اولین آموزش از این پکیج. در آشپزی هر عطر و طعمی حکایت یه داستان لذیذه. تو آشپزخونه هم هر قدم یه مهارته، هر خوشمزه یه رنگه و هر ترکیب یک طعم فراموش نشدنیه. اونجا طرف های یک نوازنده حکایت از زمین بوده، آشپزی هم با هر حرکتی، با هر مزه‌ای داستانی از عشق و هماهنگی با طعم زندگی رو به ما میگه. سلام دوستان، بنفشه سید هستم. از گروه حرفه‌ای پخت و پز در خدمت شما عزیزان هستم با انواع غذاها، دسرها و کیک‌های حرفه‌ای. برای دنبال کردن ما حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید که همیشه از آموزش‌های ما مطلع بشید. گز یکی از بهترین و پرطرفدارترین تنقلات سنتی ایران و سوغات اصفهانه که در ایام نوروز و شب یلدا در کنار ظرف آجیل حضور داره. شما میتونید با کمی صبر و حوصله این شیرینی خوشمزه رو در منزل تهیه کنید. ابتدا یه لیوان مغز پسته رو کمی تف بدید تا از خامی در بیاد. میتونید داخل ماکروویو هم این کار رو انجام بدید. به مدت 2 دقیقه بذارید تا کمی برشته بشه. بعد از روی حرارت بردارید، کنار بذارید تا خنک بشه. شما میتونید پسته ها رو بدون اینکه خرد کنید در انتها داخل گز بریزید. اما من چون میخوام چند مدل گز درست کنم، کمی خردشون میکنم. پس اگر گز لقمه ای میخواید درست کنید، شما این مراحل رو انجام ندید. با غذاساز هم میتونید پسته ها رو خرد کنید، ولی چون غذاساز پسته ها رو خیلی پودری میکنه، من ترجیح میدم که با چاقو ریزشون کنم. وقتی که پسته ها خرد شدن، داخل ظرفی بریزید و کنار بذارید. یک قابلمه رو روی حرارت کم بذارید. 240 گرم شکر رو داخل قابلمه بریزید. نصف پیمانه یا 110 گرم گلاب اضافه کنید. اندازه پیمانه های من لیوان دستدار فرانسه هستش. و همینطور میتونید 110 گرم ترکیب مساوی آب و گلاب اضافه کنید. اجازه دهید شکر گلاب به جوش بیاد. میتونید کمی هم بزنید تا شکر زودتر حل بشه. وقتی که شکر گلاب کاملا جوشید، تمام سطح ظرفتون شروع به جوشیدن کردش، حالا باید شما گلوکوز یا بادکا رو اضافه کنید. 1/2 پیمانه یا 160 گرم باید گلوکوز اضافه کنید. گلوکوز رو نمیتونید حذف کنید، چون اگر میخواین که گزتون کشدار بشه، با کیفیت باشه، باید حتما این مرحله رو اجرا کنید. اجازه دهید 8 تا 10 دقیقه مواد جوش ریز بزنه. بازم زمانش بستگی به میزان حرارتی که بهش میدین داره. شیره باید به قوام لازم برسه تا وقتی که کمی از شیره رو بین 2 انگشتتون تست میکنید، به اصطلاح نخ بده و کشدار باشه. در فاصله زمانی که شربت داره به قوام میرسه، سفیده تخم مرغ رو بزنید تا کاملا فرم بگیره و حجم بشه و مثل مرنگ بشه. وقتی کاسه رو برعکس میکنید، از ظرف نریزه. کمی از شربت بردارید، بین 2 انگشت خودتون تست کنید. اگر نخ داد، آماده است. حرارت رو کم کنید یا خاموش کنید. 2 قاشق غذاخوری شربت رو به سفیده اضافه کنید. کمی هم بزنید تا سفیده و شربت با هم همدما بشن. وقتی که دمای سفیده ولرم شد، به شربت اضافه کنید.
کمی هم بزنید، سپس با همزن به مدت 10 دقیقه با سرعت کم بزنید تا به قوام کافی برسه. حالا با همزن با درجه کند تم میزنیم تا به دستگاه فشار نیاد. بستگی به توان دستگاه شما داره، میتونه بین 5 تا 10 دقیقه باشه. وقتی مایع غلیظ شد همزن رو باید خاموش کنید. در حین هم زدن گاهی دستگاه رو خاموش کنید، با لیسک از ته دیگ هم بزنید تا بر اثر حرارت ته نگیره. در این مرحله باید حرارت خیلی کم باشه. اگر حرارت گازتون زیاده، یک شعله پخش کن زیر قابلمه بذارید. مایع گاز کمی غلیظ شده، دستگاه دیگه قدرتش رو نداره، پس با قاشق چوبی یا یک لیسک محکم ادامه کار رو انجام میدیم. برای رسیدن گاز 45 دقیقه زمان لازمه. به میزان حرارتی که شما به مواد میدید بستگی داره، ممکنه بین نیم ساعت تا 45 دقیقه زمان ببره تا گاز کاملا برسه. مدام باید هم بزنید تا ته نگیره. در نهایت باید سفت و کشدار بشه و وقتی که با قاشق می‌ریزید حالت خودش رو حفظ کنه. گاز با کیفیت به گازی گفته میشه که کیفیت خوبی داشته باشه، نرم باشه، رنگ گاز سفید باشه و موقع خوردن خشک و سفت نباشه. وقتی که گاز رسید حرارت رو خاموش کنید و پسته رو اضافه کنید. من 1/2 پیمانه پسته خرد شده اضافه کردم. خوب هم بزنید تا کاملا با هم مخلوط بشن. از این مرحله به بعد شما باید خیلی سرعت عمل داشته باشید، چون گاز در مجاورت هوا زود خشک میشه. برای درست کردن گاز به شکل سکه‌ای مقداری از خمیر رو روی سطح آرد پاشی شده بذارید. چون مایع گاز کمی چسبناک است، باید روی اون کمی آرد بپاشید. خمیر رو ورز میدیم تا منسجم بشه. به اندازه یک گردو یا اندازه کاتری که انتخاب کردید از خمیر بردارید و گلولش کنید. داخل کاتر و زیر کاتر رو باید کاملا آرد پاشی کنید. خمیر رو داخلش بذارید و با یک شیئی که صاف هستش پرسش کنید. ببینید وقتی که خوب آرد پاشی شده باشه به راحتی از قالب جدا میشه. حالا اگر میخواد روی گاز ها پسته باشه، یک گلوله داخل کاتر بذارید و کمی فشردش کنید. بعد مغز پسته یا مغز دلخواه روش بریزید و خوب پرس کنید. گاز ها رو داخل ظرف دربدار بذارید تا در مجاورت هوا خشک نشن. اگر که چسبناک هستن کمی داخل ظرف آرد بپاشید.
برای گاز لقمه‌ای همینطور که می‌بینید من پسته‌ها رو خرد نکردم و همینطور درسته داخل قابلمه ریختم و هم زدم. داخل قالب مورد نظرتون یه مقدار آرد سفید بریزید. مقداری از مواد رو که هنوز داخل هستش رو داخلش می‌ریزیم. روی گازها دوباره کمی آرد بپاشید و با پشت قاشق کاملا پرسش کنید تا منسجم بشه. روی گاز رو سلفان بپیچید و داخل فریزر به مدت نیم ساعت بذارید تا سفت بشه و بعد به اندازه های دلخواه شما اون رو برش بزنید. ضخامت گاز هم به خودتون بستگی داره. اگه ظرف بزرگتر بردارید نازک‌تر میشه و اگر کوچیک‌تر باشه خب گاز هم قطع‌تر میشه. بعد دو ساعت که استراحت کرد و خوب گاز سفت شد، حالا با یه چاقوی تیز که آرد پاشی کردید گاز رو برش بزنید. اگه گاز رو خوب داغ بزنید و برسه بیرون از یخچال داخل ظرف دربدار میتونید نگهداری کنید. و اگه هم خوب داغ نزدید و گازتون شل بود، باید حتما داخل یخچال نگهداری کنید. دوستان عزیزم، امیدوارم از آموزش گاز لذت برده باشید. حالا در ویدیوهای بعدی چند مدل گاز رو بهتون یاد میدم که هم خیلی خوشمزه هستن و هم یک شیرینی سنتی مدرنه که با هم ترکیب میشن و مناسب برای پذیرایی ایام عید میتونه باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. لطفاً لایک و کامنت فراموش نشه تا من با انرژی بیشتر در خدمت شما عزیزان باشم.